سلام. What is your name؟ یعنی اسم چیه؟ آخه تو هتل ستاره که قن نمیشکنن که من دارم از این میشکنم دیگه. ای بابا اینکی خانوم آخه نگاه کن تقصیر خوده که دیگه رفتی از بازار این حب قنده خریدی نمیدونی اموجا خوشش نمیاد. میگه آدم باید کلقند خودش بیاره، اونم کلقند یزدی، بعد اینجا خودش خورد کنه، یعنی خودمون خورد کنیم بعد بذاریم جلو مسافرا. اصلا اگه به عمو جان باشه ها میگه که ترشیرم خودمون باید درست کنیم، سسم خودمون باید بندازیم، نونم خودمون باید بپزیم، همه کارو خودمون باید کنیم. ببین همین دیگه، خودت هم داره میگی که خانم دیگه. ببین حبقن اینطوریه، خب مسافر بیشتر خوشش میاد دیگه. قندایی که من خورد میکنم نگاه کن همش اینجوریه دیگه. بعد دیگه زبان بخون خوبه برات. من هم دارم لیسینینگ میکنم هم دارم ریدیلینگ میکنم. ریدیلینگ میکنی بلدی؟ معلومه چقدر بلدی. چاخان اون شب یادت نیست نصف شب اون مسافر خارجی اومده بود بهت گفت هاو آر یو، گفتی گود مورنینگ، اونم نصف شب. همین دیگه، اومدم بگم گود، یهویی هول شدم گفتم گود مورنینگ. چاخان حالا یهویی الان زبان بخون. اون چسب زخمات چیه؟ اونا برای همین دیگه نیکی خانم، اینا برای کمک های اولیه است دیگه. یه وقت من دارم اینجوری میزنم صدمه ببینم اینا نینه دیگه. ای بابا سلام، هتل گلشهر بفرم. عمو جان سلام. ممنون، خوبم، شما خوبین؟ جان خوب، خوش بگذره. جای ما رو هم خالی کنی. بله همه چی مرتب. باشه چشم، باشه خدا نگهد. عمو جان بود یه یکی دو روز داره با دوستاش میره کرج. بیا دیگه، این همه گلبانو خانم ما رو دعوت کرد انزلی بریم ماهی. فیش یعنی ماهی، این هم میگه فیش یعنی ماهی دیگه. بریم انزلی ماهی سفید بخوریم، گلبانو خانم دعوتمون کرد دیگه. حالا خودش تنهایی رفته کرج، من اصلا کار نمی کنم دیگه. خیلی دلم برای گلبانو تنگ شده، یه سرم به ما نمیزنه ها، ولی تو باید کار کنی. اینجا دیگه کجاست؟ بابا شما که گفتی میبریم اون هتل. هتل کدوم دختر جان؟ مهمان خانه، مهمان حبیب خدایه، اینجا خونه مهمان، از این بهتر؟ آخه عزیز من، باید حسابی جیبمونم داشته باشیم یا نه؟ ماما یه بار اومدیم تهران، هر روز که نمیایم. حالا شما بفرما داخل، اگه خوشت نیومد میریم یه جای دیگه، خوبه؟ تازه ما برای گل گشت و تفریح تهران نیومدیم، اگه نه میرفتیم اصفهان شهر ماما. پله پله تعمیل میکنین. تعمیل چیه دختر؟ اینقدر چونه نزنی، من از خستگی نمیتونم روپا بنچم. بفرم یه تو. جایی که اینجور مجهزه میتون جایی بدی باشه؟ ها نه تو خودت. منظورتون کامپیوتره دیگه دختر جان. رایانه آبا، رایانه. سلام، خوش اومدی. سلام از مای دختر خانم، بنده هاشمزاده ام، ایشونم دخترم و ایشونم مادر دخترم. خیلی خوش اومدین، منم نیکی ام گلشن. مرحبا
و میفرماید همه خاک دارند، بالین و خشت، یعنی همه مرفتنی هستی. همه خاک دارند، بالین و خشت، خنک آن که جز تخم نیکی نکشت. و باز میفرماید بینیکی گرای و میازار کس، ره رستگاری همین است و بس. بله، الان دوشم به دخترم میگفتم. ببخشید، اسم دخترم سروره. من بچه اسم قشنگی. ممنونم. داشتم میگفتم میماخانه ای که اموراتش با رایان اداره میشه نمیتونه جای نامناسبی باشه. بله، این روزا حتی مسافرخونه ها هم کامپیوتر دارن. رایانه؟ بله. آها بله، رایانه. به هر حال این روزا تکنولوژی دیگه. فناوری؟ بله، فناوری. تکنولوژی واژه خارجیه. بفرمایید فناوری. فناوری. شما چند تا اتاق می‌خواستین؟ اتاقتون چی داره؟ همه مایحتاجه مسافر. مثلا؟ مثلا تلفن، تلویزیون، یخچال. ما که برای مداوا اومدیم تهران، نی اومدیم که ایجو تو اتاق بشینیم تلویزیون تماشا کنیم. خواهش میکنم یه اتاق سه تخته به ما بدیم، کافی مونه. چشم، پس لطف کنین شناسنامه هاتونو بدین، این پرسشنامه رو هم پر کنین. ای بروی چشم، بفرمایین، اینم شناسنامه. بفرما. نگفتم هتل شم، یعنی در واقع مهمانخانه شم سه ستاریه. وا، مگه مهمون خونم ستاره داره؟ ستاره به هتل میده. نه خانم محترم، عمو جان من که مدیر این هتل باشن، چون از اسمای خارجی خوششون نمیاد، اسم اینجا رو گذاشتن مهمون خونه به جای هتل. البته همون هتل، ستاره هاشم همونه. بله. پس اگه ایجو یه چنین مدیریت فرهیخته داره، با خواهش و تمنام که شده، من میخوام حتماً 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 ایجو اقامت بگذینم. تموم شد ره. این کلید خدمت شما باشه، پایین استراحت بفرمایین تا من بگم بیان چمدوناتون رو ببرن بالا. حمزه، آقا حمزه، چی فیشش میکنی برای من؟ بیا برو اینا رو ببر بالا. ببین دستم چی شده ها؟ الهی بمیرم، انگوشتا چی شده؟ نه خدا نکنه، ولی اینا رو ببر دیگه. حمزه خودتو لو جونه منه، تو رو خدا. آشناتن؟ خودمون می آوردیم نیکی خانم. نه بابا هاشم زد، این وظیفه ماست. زحمت شما شد. آخه مردی گفتن، زنی گفتن. بفرمایی. تخت انبار اتاق هاشون. تختی اتاقای ما نداره، ما اینو فقط برای شما گذاشتیم. دخترم شوخی میکنه نیکی خانم. منم شوخی میکنم. پس هر دوتاتون شوخه. بفرمه، اینم خدمت شما. دست شما درد نکنه. دیگه این دل واسه همزه. همزه، چرا اینجا نشستی؟ بابا قضیه چیه به منم بگو. نیکی خانم بیا، بیا اینجا. ها نیکی خانم، من بخت اله بمیرم. نه مهم نیست، بختمو پیدا کردم نیکی خانم. بابام خدا بیامرز شعری میخوند، میگفت نم چی 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 بخت رو در بازار نمیفروشن دیگه. به به، چی شعری؟ خب منظور، خب همین دیگه، این شعر عجیبه. یعنی داره میگه که نباید دنبال بخت بری که، یا بری بخت رو از بازار بخری که، بخت خودش میاد. الانم اومد. حمزه تو میخوای بگی که عاشق این دختره فیس و افاده‌ای شدی؟ با یه نگاه آدم عاشق میشه آخه. عاقل؟ تو که عاقل نیستی. قیافه شو. نگی قانون بشین برای تعریف بکن. نیکی خانم، همین میخواستم بگم دیگه. ما تو محله اون که بودیم،
خاطر خواهد دختره شده بودیم دیگه. بعد دختره هی ما رو پس میزد دیگه ها؟ بعد من نمیفهمیدم چرا منو پس میزد. بعد فهمیدم که من رقیب دارم. خب یعنی بعد مادر این رقیب ما تو کار جادو جنبل بود. این گرفته بود پای سوسکا رو گرفته بود با یه نخ قرمز بسته بود، بعد چال کرده بودم در خونه ما دیگه. خب بعد ما گفتیم چیکار باید بکنیم، رفتیم دنبال باطل و سهره ها همین دیگه. بعد اون گفتش که بعد بری اون جایی که این سوسکا چال شدن سه تا توف گنده بندازی، بعد این نخه رو از توی سوراخ یه سوزن رد بکنی بزنی پشت دست این رقیبت دیگه. اون توفه کاری نداشت دیگه، من رفتم سه تا توف کردم، تازه بعدش سه تا توف دیگه هم کردم که این کار از محکم کاری دیگه عیب نکنه دیگه ها؟ ها. ولی این سوزن زدن به دست این رقیبه خب خیلی یه جوری بود دیگه، یه عالمه کتک خوردم، حالا به کسی نگو. بعد گفتم دیگه درست میشه دیگه، دختر از من خوشش میاد دیگه، ولی باز دختر هی منو پس میزد، هی منو پس میزد دیگه. بعد گفتم که خب چرا آخه اینجوری میشه؟ بعد گفت اون آقای گفتش که این حتما چیز خورش کردن. چیز خور؟ چیز خورش هم کرده بودم بی وجدانا. بعد خلاصه نیکی خانوم اونجا یه آقاه بود سر کتاب میگرفت، برای من سر کتاب گرفت، گفت یه روز سه شنبه ای وقتت از روی پله هایی که سبز و قرمزی میاد بالا. بعد گفتم خب اسمش چیه؟ گفتش که اول اسمش سینه. گفتم سمیرا؟ گفت نه سیندرلا. گفتم سنوبر؟ گفت خاک تو سرت بی سوا، سنوبر با سات دیگه. گفتم سفورا سغرا؟ گفت همینا با ساته. گفتم سلیمه؟ گفت من نمیدونم دیگه این اسمش چی بود. سرور. سرور خانوم. حالا این سرور خانوم با کدوم سینه؟ با سه سه دندونه. خب همین دیگه، من بختم باش. باور نمی کنی؟ چی رو باور نمی کنی؟ همین که دختر اومده بخت من باز شده دیگه. الهی بمیرم، بختت هم اومده ولی چی اومده؟ چی بیری؟ با منی؟ نه بابا، با این دخترم. حمزه جان میگن که بخت گر برگردد اسب اندر طویله خر گردد. نیکی خانوم احتمام خودتو نگه داره، وگرنه به من بر میخوره ها. سرور خانوم الهی بگردم قیافشو نگاه. هیچی با منظوری نداشتم، ولی من نمیدونستم تو اهل جادو جنبل و نمیدونم این کارا و رمالی و اینام هستی. راستینی که خانم شما به این چیزا اعتقاد داری یا؟ بله آقا حمزه، من اعتقاد دارم، ولی به خدا اعتقاد دارم، نه به این خوزولاتی که خلق خدا درست میکنن. دوکون دستک را انداختن با این کاراشون. آقا فاد کجایی؟ خب تو کوچه روبروی هتلم. اونجا نمیام. نیکی خانم یه جوری به آدم نگاه میکنه مثل نعلی که به اسبش نگاه میکنه. چیه اسبه که به نعلش، حالا هر کدوم. اصلا نمیخوام بیام اونجا، بیا اینجا. خب خیلی خوب، خیلی خوب. بوخ نزن دیگه بابا. یعنی تا دیدی یه نگاه یه نظر بهش اومد؟ سرزب آقا فاد، به این فرهاد با تیشه زد تو سرش، من با قندشکن زدم تو سر ده تا انگشتم. نه ها؟ میدونم بد چیزی، لاکردار بد چیزی. تو عاشق شدی آقا فاد؟ آره خیلی بد چیزی. آدم دیگه حالش دست خودش نیست، حواس پرتی داره. مسافر میگه برو شرق، میری غرب، میگه برو غرب، میری شرق، کرایه بده نده، اصلا نمیخوام. عشق و عشق خوبه که آقا فاد. من بابا کرایه رو دارم میگم، اصلا برات مهم نیست. حمزه یه حالی دارید، یه
وای 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 تو هم جواب رد شنیدی؟ نه بابا الان زنمه دیگه، داریم زندگی میکنیم. خب بعد چرا تو میگی وای وای وای؟ هیچی بابا، یاد کرایه که دوران عاشقی نگرفتم افتادم. سوالایی میپرسی ها، حالا خودت میخوای چیکار کنی؟ ها؟ ها؟ من باید برم خواستگاری دیگه. تخمه بخور. نمیدن دختر، نمیدن به آدم آسمون جلی مثل تو دختر نمیدن. چرا آسمون جل آقا فهد؟ حالا جلش هیچی بابا، خودت داری میگی دختره مایه پیله داره، با کلاسه، با سواده، دختر بیان به تو بدن؟ خب من خودم میکشم. بکش، دختره میرزنه یکی دیگه میشه. من باباشو میکشم. اون موقع میفتی زندان، اعدام، باز دختره میرزنه یکی دیگه میشه. خب میرم داد میزنم میگم من همزم من بعد میان ثابت میکنن خلی، تعادل روانی نداری، دیوانه ای. میفتی تیمارستان، دختره باز میرزنه یکی دیگه میشه. با من هرچی میگم تو میگی دختره میرزنه یکی دیگه میشه. میرم یقه اون یکی دیگه رو میگیرم، میگم که من میخوام آقا. بعد اون یکی دیگه هم میاد یقه تو رو میگیره، میافتین کلانتری تا وثیقه بذارم بیای بیرون، تو همون فاصله دختره باز میرزنه یکی دیگه میشه. آقا فهد من خواب تخمق شکسته دیدم، یعنی باز شدن بخت دیگه. همزه من تعبیر خواب نمیدونم، فقط میدونم دختری که خودت داری میگی مال یه خانواده با کلاس و با سواد و اینجوریه و اونجوریه، نمیام بدم به یه کارگر ساده هتل دو ستاره. با اینجا سه ستاره است دیگه آقا فهد. حالا مگه ستاره‌هاشو میخوای بندازی پشت قباله دختره؟ خب من باید چیکار کنم؟ من هیچ راهی نیست. راه که چرا؟ هست. فقط یه کمی سخته. خب بگو آقا فهد، اگه مجبور شم حتی تا الفندقل شمس القمر در امارات که مدیر داخلی بودم تا اونجا میرم. ها؟ فقط به شرط. نزنی اینجا. خب نری باز دوباره توی هتل جار بزنی که من بهت راه دادم، میگه من بهت یاد دادم چیکار کنی چیکار نکنی. اینجا چرا آنتن نمیده؟ تشریف ببرین کافی شاپ آنتن میده. وا مگه شما کافی شاپ هم دارین؟ بله، بپیچین اینوری به راست نگاه کنین کافی شاپ رو میبینین. وا حمزه این عداها چیه؟ خجالت بکش. نیکی خانم چشم به چشش میفته اصلا رنگم میپره دیگه. ها حمزه مجنونم اینجوری که تو میشی نمیشد به خدا. خب وامق چی؟ وامق کیه؟ وامق همونه که عاشق عزرا شده بود دیگه. تو اینا را کی یاد گرفتی فوا؟ رفت. کجا؟ نه دیگه فعلا همینجایی. آخه زیاد که نمیخوایم بمونیم. باشه. کی؟ نه بهش بگین که نه. چی؟ الو 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 ایوه تو چرا برگشتی؟ ایوه داره میاد. الو قد شد که دوباره قد شد. خب شانس شماست دیگه، پیش میاد برد. یه جای هتل زدین که آنتن نمیده. میگم یه آنتن اختصاصی برای شما نصب کن. پشو رفت. هم ظالمه باید چی کار کنه؟ نیکی خانم به قول آقا فهد ای وای 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 نداره که. من دیگه این وضع خسته شدم دیگه دستو. نیکی خانم خواهری کن در حق من دیگه، کمکم کن.
حمزه پس بذار یه چیزی رو بهت بگم. این دختره به درد تو نمیخوره. این دختره فیس و افاده ایه. این دختره حساب جیب باباشو نمیکنه. انتظار داشت ببرنش هتل هزار ستاره. بعد میخوای حساب جیب تو رو بکنه. تو پس این بر میای. معلومه که بر نمیای. تو یه کارگر ساده ای حمزه. اینو بفهم. آها. آره دیگه یه کارگر ساده حتی اگه خواب تخم و شکسته ببینه که باز شدن بخته باز یه کارگر ساده است بختش بسته است دیگه ها؟ ها؟ بابا بابا شه خودت دست تو رو چیکار کن؟ ببخشه توی قهوه خونه میشه یه چای نبات خورد؟ بله بله تشریف ببرین کافی شاپ ببخشید چای خونه الان میگم که بیارن خدمتتون. ممنون. خواهش میکنم. برو چای ببر. من؟ نه پا من. من برای پدر خانومم چای ببرم میفهم من کارگرم دیگه ها؟ اوه تو کجاش رفتی برو کش که تو حساب بابا. حمزه از خر شیطون میای پایین اگرنه یه جیغ بنفش میزنم که پدر خانوم تو مادر خانوم تو زنش و خودش و خانوم تو علل خصوص آره پس باره یه چای نبات بده به پدر خانومم دیگه ها من خودم باید برم دیگه ها دست شما دیگه. خیلی ممنون شما کارکنان اینجا هستی؟ من کارکنان که دیگه اصلا کار اون مهم نیست که مهم کاره آدم باید کار بکنه دیگه ها؟ اون که البته بالاخره نفهمیدم از کارکنان اینجا هستی نه؟ ها این گلدون رو ببینین شما این گلدون میتونه هم سفالی باشه هم مسی باشه هم نقره‌ای باشه هم طلایی باشه اما مهم که نیستش که اون گلی که تو خاک گلدونه اون مهمه دیگه ها فهمیدم شما مقام بالایی داره ولی ساده میپوشین ساده رفتار میکنه مدیر داخلی هستین ها؟ 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 همه میگیم ها دیگه البته من در الفندقل شمس القمر در امارات که بودم اونجا بالاتر از داخل بودم دیگه فهمیدم شما پس میشه گفت رئیس اینجایی صاحب میمون خونه ها؟ ها؟ نه صاحب اینجا که خب مسنترن البته بعد خیلی بزرگوارن حق به من دارن دیگه بله متوجه شدم متوجه شدم شما حتما باید پسر صاحب میمون خونه باشه نه؟ البته ایشون گفتم که اینقدر بزرگوارن که همه جوونا رو مثل پسرشون میدونن دیگه منم پسرشون دیگه ببین لباسو برای من که اومد داشت ایشالله تو هم خوشبخت شی ها؟ هیچی بردار ببر بپوش خب اونجا که نمیتونم بپوشم آقا فهد چرا به همینجا بپوش نه اینجا هم این همسایه اصلا نگاه میکنن دیگه اینجا هم نمیتونم دیگه ها؟ خیلی خوب برو تو ماشین بپوش من یه چادر میکشم کسی نبینه این همه آشفت حالی این همه نازک خیالی ای سیه چشم و سیه مو از تو دارم از تو دارم این غرور و عشق و مستی خنده برق و قای هستی ای سیه چشم و سیه مو اشتادارم این همه آشفت حالی این همه نازک خیالی سه سیاه چشم و سیاه مو از تو دارم نیکی خانوم
نیکی خانوم. حمزه اینه چیه پوشیدی؟ نیکی خانم اینه دیگه، ما رو دست کم گرفتی، فکر کردی ما رفیق آدم حسابی نداریم دیگه. رفیق آدم حسابی هم نوری، چرا اینجوری وایسادی باد کردی؟ اینه دیگه، نگاه کن نه بهت میاد. خوبه. خب حالا خب الان نیکی خانم من مثلا شدم یه مثلا رئیس هتل گلشهر، بعد مثلا البته خب همون دیگه، بعد نه بعد پسر آقای گلشهر که صاحب هتل گلشهرم، خب نیکی خانومم هستش کارگر و کلفت هتل گلشهر دیگه. دیگه چی؟ امری؟ فرمایشی؟ نبود؟ برم؟ نه نیکی خانم بازیه دیگه، چند نقش بازی کن دیگه، این خانواده آقای هاشم زاده اینا تا هستن همزه دیگه. هیچ فرقی نمیکنه چه تو با این لباس چه بدون این لباس کارگر ساده هتل گلشهری. بعدم تو پاک غیر قابل اعتمادی ها همزه، این عشق از چشم افتاده دیگه، نمیتونم بهت اعتماد کنم، اصلا فکر نمیکردم همچین آدمی باشی. ها؟ نیکی خانم بیا این شکلات بخور، اخلاقت شیرین شه. حمزه من جای تو بودم لقمه ای نمی گرفتم که تو گلون بمونه خفم کنه، پامو از گلیمم درازتر نمی کردم، تا آخر عمرم خودم رو بدبخت نمی کردم. همین دیگه، نیکی خانم همش نصیحت می کنه دیگه، لقمه و خفه و حمزه نصیحت نمی کنم بابا، اینا هم یه خانواده معمولی هم مثل بقیه خانواده، اشرافی که نیستن تو بگی حتما من بعد صاحب هتل باشم، پسر صاحب هتل باشم. به فیس افاده اون دخترم نگاه نکن. اصلا گیریم که تو صاحب هتل، گیریم که تو پسر صاحب هتل، اصلا من کلفت تو، نوکر تو، هرچی تو میگیرم. نه نه دور عجیم بیش شکر آخرش چی؟ تهش چی؟ تا آخر عمرت میخوای دروغ بگی؟ تا آخر عمرت میخوای خودتو بدبخت کنی؟ خانوادهشو گول بزنی؟ خودشو گول بزنی؟ همه زندگی تو به بازی؟ ها؟ خب نیکی خانم ببین، دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیزه. ها یه شکلات دیگه، دروغ فتنه انگیز اینه که خودتو تا آخر عمر گول بزنی، تو خودتو تا آخر عمر بدبخت کنی. خب به اصلا شما که از این دختر بدت میاد دیگه، خب اصلا مثلا بدبخت بشی، بیچاره بشی. همزه چرت و پرت بسه. نیکی خانم شما اصلا خواهر من نیستی دیگه، خواهر من بودی حال منو میفهمیدی. سلام آقا حمزه، بفرمایید. نیکی خانوم ها. من فکر میکنم دختره میخواد من نگاه بکنه، بعد الان بابای اومده داره من نگاه میکنه دیگه. ها بفرمه، امری ندارین؟ دختر این چرا لکه؟ حمزه چرا چرت میگی؟ این کجاش لکه؟ اینها اینش لکه دیگه. ها چشم عوضش میکنم. برو. چشم. نه نرو واسا. این تاب چرا این موریانه خورده؟ چرا رنگ نداره؟ چرا کچه؟ گفته بودم رنگش کنن، نکردن، درگیر شدن. دختر آدم رو حرف رئیسش که حرف نمیزنه. من میگم این رنگ نداره، بگو چشم. میگم این کچه، بگو چشم. میگم برو بمیر. همزه میزم تو سرت ها، رو تو زیاد نکن. چشم. کاری با من ندارین، امری ندارین، فرمایشی ندارین. نه برو به کارها برهس. چشم، میرم به کارها میرسم. ها؟ اما او خانم بله او خانم کارگر هتل دیگه، این طفلکی یه خورده عقده‌ایه و گاهی خودشو به خانواده ما میچسبونه دیگه. من و عببی هم به روش نمیاریم، شما هم به روش نیارین دیگه. آه بله.
میگه افتادگی آموز اگه طالب فیضی. بله دیگه، همین افتادگی دیگه. البته من اصلا نمیخواستم که رئیس هتل بشم دیگه ها. این عببی چون فهمیدن که من دوره عالی دکترای هتلداری مدیریت دیدم، هی به من اصرار کردن، هی اصرار کردن، منم دیگه رئیس شدم دیگه ها. آفرین بیم مرام و معرفت. هم مرام و معرفت دیگه. من اصلا با عببی شرط گذاشتم، گفتم اگر من بخوام رئیس بشم باید از اسامی فارسی استفاده کنیم، یعنی به جای هتل بگیم مهمانخانه. آفرین به این فریختگی نامعدود. دختر چرا انقدر دیر اومدی؟ ببخشید دیر آماده شد. امری با من نداری؟ یه چای برای من. نه نه زحمت نکشه، ما خودمون میریزیم، شما بفرمایید. شما زحمت نکشید. نه خیر، وظیفه منه. پر رنگ. میدونین این سرب یعنی پذیرای هتل جدیده دیگه، مثل کاپوچینو قهوه که کف میکنه، این کف چاییه. دختر داری میری؟ اگر کسی زنگ زد با من کار داشت بگو که موبایلمو زنگ بزنه دیگه. بله چشم. هم نمیخواست که این دختر سبوکمون کنه. مثل اینکه سرور خانم از چای کف داره هتل ما خوششون نمیاد دیگه، من یه چای دیگه باید بریزم دیگه. من الان درست میکنم. این کارگر جماعت اینطوریه دیگه، من خدمتون عرض کردم آقای هاشم زاده، این تفلکی عقده‌ایه، اینجوری کار میکنه دیگه، من خودم تنبیهش میکنم. بعد هتلداری کار بسیار سختیه دیگه. شما شغلتون چی آقای هاشم زاده؟ بنده آموزگارم. به 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 به. بنده هم خونه دارم. به 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 به. سرور خانم شغل شما چیه؟ دانشجوام. به 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 به. اصلا همین دیگه، شاعر میگه که دانشجو دانش به جوی جوی، از گهواره تا گورت هی دانش به جوی جوی جوی. بله جای دیگه هم شاعر میگه که بنی آدم اعضای انسانیت، که آموزگار شمع راه بشریت دیگه، اما کی قدر بدونه دیگه. جهان سخن از زبان ما میگویی، در زم بنی آدم اعضای یک دیگرن، ولی متاسفانه امروز خیلی مصداق نداره دیگه، بنی آدم اعضای یک دیگه نیستن، هر کس خودش و خودش. میفرماید سلامت را نمیخواهند، پاسخ گفت سرها در گریبانه. همین دیگه. این اصلا بی ادبی خیلی زیاد شده دیگه، یعنی جواب سلام آدمو نمیدن برای اینکه این سرها توی این گریبانه. ها همین دیگه. بفرمایید چایی، چایی چاییتون بفرمایید، چایی. مامانو خوابوندمش. چطوره الان؟ خطرش رو بهش دادم، یکم بهتر شد. بله بله اصلا ایشون بخوابن خیلی بهتره دیگه. بله. حمزه یه بار دیگه این دختره نکبت اینجوری پر روی کنه، من میدونم تو منشی جناب سرهنگ. خب باشه باشه، بس کن ببینم چی میگه، با اینکه من مهمون دارم دیگه. حمزه انقدی چاخان کن که بتونی از پسش بر بیای. سرهنگ درست شد کار این پسر؟ حمزه حمزه بابا فکر عاقبتش هم بکن. نه دیگه فکر نداره سرهنگ، که فقط این نفهمه که من سفارششو کردم ها، چون بعدن همش میخواد بیاد تشکر و دستبوسی و از این چیزا، و
معروفم که اخلاق منو میدونی که من مرامم این خاکیه، یه کاری که میکنم میخوام رو نباشه که، میخوام زیر باشه دیگه. به قول معروف که میگه دروغ نگو دروغ نگو، همش بگو راست راست، از ماست بر ماست. نابغه دیگه شعر نمیخواد بخونی، تو حرف زدن عادیت موندی. کدوم ماشین؟ این زانتیا یا ایلیگانس یا دیوو؟ خنگول دیوو نه دیوو. ها آره دیگه، به هر حال همه شونو گذاشتم بفروشن دیگه. آخ ببینم اون روزی رو که گند کارت در میاد. همین دیگه، این یه خورده زدگی داره، دلمو زده. همون پژوه، هم ایلیگانسه، هم دووه. ها خودن جون دیوو دیوو. نه بابا این حرفا چیه سرهنگ، اصلا بیا ببر قسطی ببر دیگه، من و شما که این حرفا رو ندانیم دیگه. حالا چقدرم ریخت و پاش میکنی، بس دیگه وهراجی. یه جوونیه خودشو مادر پیرش دیگه، من کار معافیشونو درست کردم. شما برای آقازاده معافی از این چیزایی نمیخواین که من درست بکنم؟ ها؟ پسر ندارم آقای حمزه، دارن دار ما هم یه دختره، یکی یه دونه بابا. به 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 به، خدا حفظشون کنه دیگه. شما فرمودین که دانشجوین، حالا چی میخونین؟ ریاضی محض. ریاضی محض یا محض ریاضی؟ ماشاءالله آقای دکتر چقدر شوخ‌طبع هستم. بله من خیلی شوخ‌طبعم دیگه، من اصلا خدمتگزار خانواده هاشمزادم، خادم خانواده هاشمزادم دیگه. و تمنا میکنم شما تواضع رو به نهایت رسوندیم واقعا. همینم من دیگه، من اصولا همه چیزو به نهایت میرسونم دیگه. حاج عزت خب باشه، من با این که مهمون دارم اما خب بس کنیم، صحبت میکنم دیگه. آقای هاشمزاده، این الان آقای زرقامی هنها رئیس کل صدا سیما، اگه سفارشی توصیه دارین بگیم، من باش اینطوری هم دیگه. بهش بگین تلویزیون ما بعضی وقتا برفکیه، میگن مال آنتنه، بهش بگین چیکار کنیم. بله الو، به به سلام حاج عزت جان، چطوری خوبی؟ ببین تون تون حرفتو بزن دیگه، من مهمونای عزیزی دارم اینجا نشستن دیگه. باشه باشه، سفارش تو به رئیس کل گمرکاتات میکنم. آخه خدا خفت کنه دیوانه، سفارش رئیس صدا و سیما رو به رئیس گمرک میکنه؟ حاج عزت جان من میگم همه تلویزیوناتو مرخص بکنن، بعد تخفیف ویژه هم بهت بدن دیگه. ترخیص کدن نه مرخص. ببخشین این سریال خانم برومندم ما آخرشو ندیدیم. شما که انقدر با اینا راحتین، بگین سریال های آقای شکیبایی رو پخش کنن. آقا عزت ببین این سریال خانم برومن هستشا، این قسمت آخرش یه 7-8 بار پخش بکن دیگه. بعدم این سریال آقای شکیبایی هم پخش بکن دیگه. این خیلی مهمه، این سریال هستش، پرانتز بازه، باز پرانتزه، اصلا این پرانتزشو ببند دیگه، این پروندش هم به کلی ببند دیگه، این لوسه، اصلا این یه جوریه. خدا خفت کنه حمزه، بس دیگه، هزار تا کار دارم من علاف کردی دیوونه. ما فردا صبح با اجازه شما باید خانمو ببریم بیمارستان، موعد عمل گرفتی. بله. بیمارستان شفا، میخواستم ببینم شما بیمارستان شفا آشنایی کسی دارین یا نه. اسم خانم چی آقای هاشمزاده؟ عذرا قنچی. عذرا قنچی عذرا. بله بله حق با شماست اینجا. وامیق و عذرا، من حال شما رو میفهمم دیگه. خب ما مشکلی نیست که آقای هاشمزاده، شما اگه فردا رفتین بیمارستان اونجا مشکلی پیش اومد، بگین از بستگان دکتر حمزه هستیم دیگه. به 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 به، ایشون چه نسبتی با شما داره؟ من خودم دکتر حمزه هستم. شما ماشاءالله شما خیلی جوونی. ها؟ بله.
ها من الان تعجب از چشای شما میبینم که اینجوری زد بیرون دیگه. ها حتما پیش خودتون پرسین که چجوریه که من به این جوانی 7-8 دکتر آلمانی اینا دارم. ها همین دیگه. من خب تیزهوشان بودم، 11 سالگی دیپلم گرفتم، 3 سالگی دیوان شعرانه داشت میگفتم. الحمدلله که بیمارستان درست شد. این آقا از شیرمون تا جون آدمیزاد براتون جور میکنه به همین سادگی. نه چطور؟ بابا جون قربونت برم، همش چاخانه ساده ای بابا به خدا. مگه میشه آدم با یه سرهنگ مملکت با رئیس کل صدا و سیما علیکی حرف بزنه؟ حالا میبینیم فردا تو بیمارستان همه چی مشخص میشه. معمولا نابغه ها یکم قاطی دارن. نابغه ها حمزه، حمزه یه لحظه تو رو خدا از دست من دلگیری نشی ها. خانومم گفته لباسا رو هر جور شده ازت بگیرم ببرم نشون بدم خیالش راحت شه. تو رفیق نمراه نبودی آقا فاد. خب اعتقاد داره دیگه، میگه هر آدمی باید خودش باشه. این کارا که یه لباس یکی دیگر رو بگیری بری شارلاتان بازیه. اون اعتقاد داره، میگه تن آدمی شریف هست به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. ولی من میگم نه، تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه اتفاقا همین لباس زیباست نشانه آدمیت تو این روزگار. گرفتی؟ ها؟ نه دیگه، باید در بیارم بدم بهت ببری دیگه. آره دیگه، لباس رو حالا در رو ببرم خیالش راحت شه. این همه آشفته حالی، این همه نازک خیالی، ها ای سیه چشم و سیه مو از تو دارم. ها حمزه همین یه آهنگو بلدی؟ از تو دارم. برو تو بخواه، برو همون تو لباسه. آقا پل، حالا من چیکار بکنم؟ چیکار میخواستی بکنی؟ این لباسو دیگه نمیدونم. برو از این همه رفیق داری از یکی بگیر، قرض بگیر. برو برو برو. همه نیکی خانم، نیکی خانم، نیکی خانم، نیکی خانم. خب چته؟ نیکی خانم یه مقداری کتاب بده. یه مقداری نداریم، یه تعدادی کتاب بده. همون یه تعدادی کتاب. برای چه کتاب میخواد؟ برای سرور خانم. من به اون دختری نمیدم. نه کتاب؟ نیکی خانم این بابا رو، نیکی خانم بابا چه مرگته؟ بالاخره خودتو بعد بخون کنی من بیچاره رو. چه کتاب یار نیکی خانم میگه؟ شعرانه ها؟ این فهیمانه، ادبیاتیانه، این خیلی فیلسوفیانه. من بفهمم اون بفهمم. کتاب چه میفهمی چیه؟ نیکی خانم میفهمه سرور خانم. طنز این کتابای من خال بهش بیفته. با خالش کار نداره که. آخه دست دنه برو 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 نیکی خانم. وای ببخشید من مزاحمتون شدم دکتر. خواهش میکنم شما اصلا مزاحم نیستین که. این یه ذره از این کتابایی که من اینجا دارم دیگه. چی داری؟ این کتاب هاست دیگه، من اصلا بدون کتاب نمیتونم زندگی بکنم دیگه. شما همه رو خوندین؟ همه رو خوندم، اصلا من تاب نخونم تو خوابم نمیده دیگه. این خوبه؟ خوندین اینو؟ کی خوبه؟ این این اصلا خیلی خوبه، این یعنی عجیبه کتابه دیگه. ممنونم. خواهش میکنم خانم ببخشینا. میخوای من براتون امضا بکنم؟ ها وای نه تو رو خدا، کتاب شماست، قرض قبول میکنم. نه اصلا برای خودتون، اصلا برای خودتون ببخشینا. کتاب من کتابنده دختره کودن خنگول آدم کتابم هدیه میده، لاشو ورق میزنه یه وقت خطکشی نشده باشه. من اینجور نوشتم این کتاب متعلق به نیکی است، یعنی این میدونه که این کتاب متعلق به منه، نه مال توه. ها ها
بگی نظافت. نه نیکی خانم، من با این لباس که اصلا کار نمی کنم دیگه. لباس که مهم نیست، مهم باطن آدمه. بله، یا نظافت می کنی یا با آقای هاشم زاده. نه نه، من نظافت می کنم. چه حرفی هاشم زاده، چرا می کشی بسر کنم؟ نه نیکی خانم دوش موبایلم میبرست دیگه، زنگ می زنه. بله، به به، سلام. نه نه، اصرار نکن دیگه. به وزیر بگو که تو آقا حمزه رو چجوری دیدی؟ تو فکر میکنی حمزه اصلا چجوری آدمیه؟ من کاری که برای هر کسی میکنم اصلا توقع ندارم. دیگه اون شده با هزار بدبخت نوبت گرفتیم، دلم مثل سیر و سرکه میشه. خواهش میکنم توجه کنید آقای دکتر. آقای دکتر بله تموم شد دیگه. کتاب شماست. بگو. اشتباهاً کتاب ایشون رو دادیم به من. اصلاً خوشم نیومد. زیادی رمانتیک بود. احساساتی بابا جان. سه صفحه خوندم خوابم. آقای دکتر، ما با اجازه شما باید بریم بیمارستان. بله، شما چیزی لازم نیست. بنویسین مرحوم بفرمایین که ما اونجا تحویل بیمارستان بدیم. مرحوم که نه همینجوری برین تو بیمارستان. بله. اگر یه وقتی مشکلی پیش اومد بله. تو پذیرش بگین که آن دکتر حمزه همینجوری میرین دیگه. خیلی مشکل. از اتاق عمل نترسید. باشه. من خودم هی میرم اتاق عمل، میام بیرون، میرم میام. خدافظ شما. خدا. آخه خانواده خوب یعنی نه ها؟ وای من چقدر این دختره بدم میاد. نظافت. نه نیکی خانم خوبه، ها سرور خانم دیگه چقدر خوبه. آقای هاشم زاده ببین آخه خوبه. سلام نیکی خانم. سلام آقای هاشم‌زاده، بستری شدن؟ ها بله، عملم شدن الحمدلله. خب خدا رو شکر بهترن دیگه. بله، ولی اگه محبتای آقای دکتر حمزه نبود نمیدونم چی پیش میومد. دکتر حمزه؟ بله دکتر حمزه، دکتر حمزه خودمون. حمزه خودمون؟ بله، سفارش ایشون خیلی کارساز بود. ولی من نمیدونم این آقای دکتر حمزه چطور وقت خودشون رو با این نفوذی که دارن اینجا میگذرونن. حالا مگه اینجا چشه؟ نه نه، به جهت این میگم که اونجا بیشتر مثمر هستن تا اینجا. حالا کجا تشریف دارن؟ همین دور و بران، الان صداشو میکنم. بفرمایید توی کافی شاپ یه چایی در خدمتتون باشه. دست شما درد نکنه. همین دیگه، این تریلی ها رو بگیم برگردونن دیگه. کاری نداره که بگین دکتر حمزه دست داد، خود تریلی ها اینطوری هن اینطوری بر میگردن. خب بس دیگه، خب خبرشو بعدن به من بدین دیگه. خب خداحافظ. آی دکتر چجور از جناب عالی تشکر کنم. الان داشتم به نیکی خانم عرض میکردم که آقای دکتر حیف واقعا که مردم رو از وجود خودشون محروم کردن و اوقات خودشون رو ایجو میگذرونن. بفهم همین دیگه آقای هاشم‌زاده، شما اصلا چجوری منو شناختین؟ من از اونجور آدم ها نیستم که این هتل های اینترنشنالی زیاد ستاره دار بگیرم که بس. من هتل کم ستاره میگیرم، خودم زیاد ستاره دار اینترنشنال میکنم دیگه. من خادم مردمم. مرحبا آفرین به شما، آفرین. خب خواهش من بفرمایید. خب چه خبر، چی شد؟ عرض کنم اول که رسیدیم بیمارستان خیلی تحویلمون نگرفتن، بعدش رفتیم تا رسیدیم به قسمت مالی. بله. اونجا راستش تا اونجا نخواستم اسم شما رو ببرم. اونجا دیگه گفتم که از بستگان آقای دکتر حمزه هستم. همونجا تلفن کردم به جناب عالی که دیگه واقعا دست شما درد نکنه. تخفیف اساسی که دستور فرمودی شامل حال ما شد. خلاصه خدا از برادری چه بده کنه دکتر.
بله دیگه، ما از بستگان هستیم دیگه. آقای دکتر ما افتخار میگه. نه حالا انشالله خانم که بیمارستان مرخص بشن بیشتر میاییم بستگان میشیم دیگه. این شانس ما بوده آقای دکتر که در کنار شما باشیم، ولی امروز به سبیه ثابت شد که نه، شما خیلی هم عالی مقام و درست هست. خدا رو شکر که به سیبتونم ثابت شد. به کی قربان؟ همین سیبتون که اینجوری بود دیگه. نه اشتباه، یعنی شوخی میکنن، منظورشون سبیه است. بله خودم هستم. بله بله، باید برای عیال تعریف کنم تا گریم. ای آقای دکتر. خب دختر دیگه برای من پیغامی دیگه نذاشتن دیگه؟ چرا، پیغام تریلی ها رو که فرستادم، یعنی وصلی کردم بهتون. یه پیغام دیگه هم داشتین که از تریلی گنده تر بود. آقا کامران، هواپیمایی. سلام. از هواپیمایی تماس گرفت. خب چی میگفت این هواپیمایه؟ هیچی، گفتن که اجازه پرواز صادر میفرمایین یا نه. خب آره دیگه، با هم همه پرواز کنن. نه نه نه، همه با هم پرواز نکنن و دونه دونه پرواز کنن، چون اگه همه با هم پرواز کنن یه هایی میخورن هواپیما داغون میشن دیگه. حالا هواپیما به جهنم، مردم زخم و زیلی میشن، میارن همون بیمارستانی که شما رفتین دیگه، سر ما شلوغ میشه. اون وقت همیان تشکر میکنن، ممکن مراممون همش خاکیه دیگه. بله من با اجازه برم بالا که باید برگردم بیماری. بله بله، استراحت کنید. ببخشید، خدا حافظ شما. بفرمایید. خواهش میکنم، سلام برسونید. چشم شما بریم، من مطمئنم. پینچه بیرم، اینقدر دروغای گنده و گنده و گنده تر بگو تا بخوره تو سرت، لهت کنه، بدبخشی بیچاره. قضیه بیمارستان چه؟ همین دیگه نیکی خانم، من عاشق شدم، یه چیزی پروندم، خدا خواست گرفت. گرفتنش با خداست. پس فردا که گند کارت بالا بیاد، اون موقع چی؟ اون موقع کار بنده پر روی خداست، نه؟ با هم میگیم ها دیگه. دیگه سقسی ها نشون نیکی خانم دیگه، برو به کارا، اسم امیرم به کارا میرسم دیگه. این همه آشفته ها، این همه ناز آقای هاشم زاده، من میخواستم که شما بنده رو به غلام، نه غلام کرد، به دامادی خودتون قبول بکنین دیگه. بله آقای دکتر حمزه، ما اصلا افتخار میکنیم که شما داماد ما بشین. شما اصلا یک موهبتی هستید، مانند یک فرشتهی که اینجوری باران اومد توی نیکبختی یکی ادامه دختر بابا سرور خانوم. این یکی ادامه بابا رو به کنیزی قبول بکنید تو رو خدا. خب من باید خیلی فکر بکنم، باید ببینم که کنیز دارم ندارم. نیکی دختر بیا این کفش های منو باکس بزن تا من ببینم. آقای هاشم زاده گفتم که باید فکر بکنم. دختر کفش. چه خبره؟ نیمایشه؟ تیارت بازی دردی؟ مگه شما کرج نرفت سه روزه؟ ماشالله چه نو نوال کردی؟ سلام علیکم. خیلی خوشحالم. آقای هاشم زاده مسافر هتل، آقای مدیر هتل نی. ابوی هستن؟ بله ابوی بچه‌هاشون هستن دیگه. ها میدونم که از تعریف و تمجید خوشتون نمیاد، ولی باید به ابوی بگم. جناب آقای حمزه، آقازاده واقعا نمیدونین چه خدمتی به من کردن که فراموش نمیکنم. بله شما فقط بفرمایین آقای هاشم زاده. نه بذار بگن، بذار حرفشونو بزنن. قضیه چی بود؟ ما عیالو باید میبردیم بیمارستان، اتفاقا همون بیمارستانی که آقای دکتر حمزه از خامداران اصلیش هستن. بله بله، وقتی اوجو گفتم که از بستگان آقای دکتر حمزه هستم، عزت و احترام و به نهایت رسوندن و تخفیف اساسی قائل شدن. ها بفرمایید آقای هاشم زاده، اصلا ایشون خوششون نمیاد اینقدر تعریف و تشکر. انسان‌های بزرگوار همیشه شکست نفسی می‌کنن. بفرمایید آقای هاشم زاده، بفرمایید. چش بفرمایید.
آقای دکتر، میخواستم بگم با این لطفی که شما در حق ما کردین و تخفیف اساسی قائل شدین سر این بیمارستان، میخواستم ببینم با این پول ما میتونیم از اون ماشینایی که شما فرمودین به اقساط یه دونش ورداریم. بله شما بفرمایید، ما بدون قسط به شما میدیم دیگه. ها ها. آقای دکتر، میخواستم واقعا این استنباط پیش نیایی که بنده از ملاطفت جنابالی دارم سوء استفاده میکنم. این درخواست سبیه بوده، جوونه دیگه، جوونی و هزار آرزو. همین، فقط شما بفرمایین، ما آرزو رو به آرزو میرسونیم، بفرمایین. آقای دکتر، شاید خواسته باشم به دختر خانمشون مژده بدن. ها بله، جوونیه، جوونی هست و آرزو. اگه آرزو نداشته باشن جوونی که جوونی نیست. بله. آقای دکتر، اگه اینو نگم شاید فراموش بکنم. عرضم به حضورتون که ما یه داماد داریم. شما اگه داماد دارین؟ منظور شوهر خواهره. ایشون راننده یه تریلیه، برای مردم کار میکنه، آدم کاری و درستی هم هسته. میخواستم ببینم در این تشکیلات تریلی های خودتون میتونه یه جایی دستشو بند کنه؟ بله شما بفرمایین، ما بند میکنیم. بفرمایین، بفرمایین. آقای دکتر، ببخشید، ما یکی از اقوام پسرش دوست داره خلبان بشه، ولی پدرش شک داره، تردید داره. ما میخواستم ببینیم در این دستگاه هواپیمایی خودتون آیا صدا میدونین که بره خلبان بشه یا نه. آقا هاشم زاده، بریم بگه من سرم محکم میکنم به این دیوارا. پس باید دیگه را بفرمایین. تو رو چی بگم اونجا؟ چی بگم؟ چیه؟ تو میگم مسئول اینجا نیست عزیز من. خب تو چرا زیر بار رفته عزیز من؟ فکر نکنی تو آبرو روزی بشه؟ کامان که شد اما جا هزار دفعه بهش گفتم بابا ماه با شب نمیمونه، بالاخره یه جایی آبرود میره دیگه. خب فلسفه ببین نکن، لابد خودت هم خواستی هم دیگه. توی یارته و خنده دار آقای دکتر حمزه. اما جا به خودم از اولش میخواستم برم با آقای هاشمزاده همه چی رو بگم، ولی انقدر دروغش گنده و گنده و گنده تر شد که فکر کردم که دیگه لازم نیست بگم، خودش لو میره دیگه. ولی یکی از چاخاناش گرفت. من دو روز رفتم، دو روز نبودم، پام مشکسه نمیرفت. یم بچه، داداشم عرض میکن، بیا برو دوتا سکه بخر، فردا عروسی پسر عموته. اگه رفتیم سر عقد درس خالی نباشیم. اینم پول. پولم بهش دادم، میگه من عروسی نمیام. میگم آخه بچه، شما سری از هم سوا بودید، شما از بچگی با هم بزرگ شدید، شما رفیق بودید با هم، حالا چی شده میگه عروسی نمیام؟ میگه نپرس، از من نپرس، نمیام. میگم ده آخه بچه، با هم دعواتون شده، کتک کاری کردی، نمیدونم قهر و قرکشی داری، چی شده که میگی نمیام نمیام نمیام؟ به جان عزیزید این زبونم مو در آورد، تا از زیر زبونش کشیدم بیرون که گفت چی؟ من لباس ندارم. گفتم آخه بچه، داداشم میگم من ماه پیش برای تو لباس خریدم. گفت من با این لباس نمیام. گفتم تو اهل این حرفا نبودی؟ به جان عزیزت به زحمت این زبونم مو در آورد، از زیر زبونش کشیدم بیرون که آقا لباساشو قرض داده به یکی از رفقاش، بعد حالا هر دفعه میره این لباسا رو بگیره رفیق نامردش سر میده اون آقا. حالا شما جای من بودید با این آدم چیکار میکردید آقای گلشن؟ ولی اگر من بودم میزدم پس کل رفیق نامردش، لباس از تنش در میوردم و میام در بیا. آفرین، حالا برو شلوارم در بیار، برا من همه رو برده بیار. ها شلوار، شلوار از در بیار. دست شما درد نکن.
خداحافظ. خداحافظ. آقا حمزه، ما رو با یه مریض دیگه اشتباه گرفته بودن، با یه مریضی که آشنای دکتری به اسم دکتر حمزه بوده. همه تخفیفی که به ما دادن مطالبه کردن، باید بدیم، میدیم، بحث پول نیست. اصل مطلب اهانته. احساس میکنم تا مغز و استخونم به من و خانوادم توهین شده. من ساده دل، من ساده دل، من ساده دل. خداحافظ همگی. خداحافظ. خدا نگهدار. ببخشید زحمت ما رو. شما ببخشید، ببخشید. بازم شرمنده آقا باشه. دشمن تو شرمنده باشه، نه اینکه خانم. جوونیه. حمزه. من میمونم. من با این حمزه کارگر ساده هتل میمونم. من با این حمزه که به خاطر عشق من نه ماشین میخوام، نه ترین، نه هواپیما، نه دکتر، نه مهندس. من با تو میمونم. یعنی ما با هم میمونیم با عشق. Mm-hmm.